سرخط خبرها، طالبان مرکز شمال را به مرکز انتحاری تبدیل می کنند. حال پریشان قصاب کابل، داعش از شهر دوشنبه رهبری می شود. طالبان 6 نفر را در ولایت کاپیسا شلاق زدند. و سفیر سابق ایران، جهتگیری سیاسی طالبان ثبات ندارد. سلام دوستان، به یک از ویدیوهای مهم و عاجل ما خوش آمدید. تا آخر با ما باشید. حال پریشان قصاب کابل، داعش از شهر دوشنبه رهبری می شود. گلبولین حکمتیار، جنگ سالار و رهبر حزب اسلامی که از طرف های درگیر در جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی بود، روز جمعه 25 قوس در سخنرانیش در نماز جمعه کابل گفت مرکز هماهنگی و رهبری داعش از کابل به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتقل شده است. رهبر حزب اسلامی ادعا کرد چند عملیات اخیر از جمله حمله بر سفارت پاکستان، حمله به هتل کابل یعنی محل اقامت شهروندان چینایی، حمله بر مسجد ایمان یعنی مسجد شخصی حکمتیار را تاجیکستانی ها به رهبری یک شهروند تاجیک راه اندازی و اجرا کردند. رهبر حزب اسلامی ادعا کرد که داعش میراث دوران اشغال و دولت جمهوری است و اکنون رهبری آن به شهر دوشنبه منتقل شده است. حکمتیار این ادعا را پس از آن مطرح کرد که روز جمعه 11 قوس دو مهاجم انتحاری به مسجدی که او در محوطه محل کارش در کابل ساخته است و امامت آن را بر عهده دارد حمله کردند. مهاجمان پیش از رسیدن به هدف به دست مهاجمان حکمتیار کشته شدند. حکمتیار پس از حمله ناکام مهاجمان گفت هر دو مهاجم شهروندان تاجیکستان بودند و به قصد کشتن او و نمازگزاران آمده بودند. حکمتیار برای ثبات ادعایش تنها به کارت‌های شناسایی در جیب مهاجمان اشاره کرد. داعش در دوشنبه، دو هفته از حمله ناکام دو مهاجم انتحاری به حکمتیار می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. حکمتیار گفت از جیب یکی از مهاجمان پرچم داعش پیدا کردند و داعش تا دو هفته گذشته در این باره سکوت کرد و چیز نگفت که میتواند نشانه تایید باشد. حکمتیار شاید تنها فرد روی زمین باشد که مدعی از مرکز هماهنگی و رهبری داعش در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان قرار دارد. موضوع دولت امام علی رحمان در روبرو با گروه های توریستی از جمله داعش، طالبان و جماعت انصارالله واضح و روشن است. دولت تاجیکستان با تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه بر مساجد و نهادهای اسلامی تلاش می کند از بروز هر گونه موج جدید اسلامگرایی در آن کشور جلوگیری کنند. داعش از تاسیس در سوریه و عراق تاجیکستان را به عنوان یکی از اهداف نظامی خود تعیین کرده است. داعش با راه اندازی تبلیغات گسترده توانست حدود 5000 تن از مردان جوان تاجیکستانی را به صفوف خود جذب کند. تاجیکستان پیش از هر کشور دیگر در آسیای مرکزی در خطر تهاجم و نفوذ گروه‌های تروریستی قرار دارد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و مستقر شدن تروریست‌های جماعت انصارالله و واحدهای انتحاری طالبان در شهرستان‌های هممرز با تاجیکستان، دولت امام علی رحمان نگران نفوذ تروریست‌ها به خاک آن کشور شد. این نگرانی‌ها باعث شدند تا سازمان پیمان امنیت جمعی چندین مانور نظامی را با حضور هزاران سرباز در مرزهای تاجیکستان با افغانستان را اندازی و اجرا کنند تا برای هر گونه نفوذ و حمله احتمالی از خاک افغانستان آمادگی داشته باشد و به دولت تاجیکستان هم اطمینان دهد که در صورت روبرویی با تهدید تروریست‌های مستقر در افغانستان از خاک این کشور دفاع می کند. تا اکنون در هیچ سطح ادعای حضور تروریست‌ها و سازمان دهندگان اقدام‌های تروریستی در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان مطرح نشده و حکمتیار تنها شخص است که این ادعا را مطرح می کند. به نظر می رسد این ادعای حکمتیار پیشتر ریشه در عقده های شخصی او دارد. پس از ایجاد جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گفته می شود بخش از اعضای رهبری این جبهه در تاجیکستان حضور دارند. حکمتیار در ماه های گذشته نیز چندین بار دولت تاجیکستان را تهدید کرد
که با حمایت از جبهه مقاومت در امور داخلی افغانستان مداخله می کند. حکمتیار در حال این ادعا را مطرح کرد که بر اساس اطلاعات منابع آگاه او ماهانه هزینه های مورد نیاز دفتر، خانه و شبکه تلویزیونیش را از دولت پاکستان دریافت می کند. حکمتیار کینه دیرینه از احمد شاه مسعود و یارانش از جمله امرالله صالح دارد و در زمان حاکمیت دولت جمهوری که امرالله صالح معاون نخست آن بود، اتهام های مبنی بر انجام برخی از انفجارها در شهر کابل به او نسبت داد. حکمتیار که با حمله ناکام دو مهاجم انتحاری احساس کرد هنوز برای شبکه های تروریستی و سازمان های اطلاعاتی فعال در افغانستان فرد مهم است، ادعای را مطرح کرد که توانایی اثبات آنان را ندارد. طالبان 6 نفر را در ولایت کاپیسا شلاق زدند. در ادامه مجازات شهروندان از سوی طالبان، این گروه روز یک شنبه 27 قوس بار دیگر 3 زن و 3 مرد را در محضر عام شلاق زدند. طالبان این 6 تن را به جرم‌های مختلف از جمله زنا شلاق زدند. این در حال است که چند پیش نیز طالبان 27 تن به شمول 2 زن را در ولایت‌های زابل و هلمند در محضر عام شلاق زدند. محمد قاسم ریاض، سخنگوی طالبان در ولایت هلمند به رسانه‌ها گفته بود که 20 مرد بر اساس حکم محکمه و در حضور جمع کثیری از مردم به شمول مقام‌های طالبان، علما و بزرگان محلی در استادیوم ورزشی شهر لشکرگاه مرکز آن ولایت بین 35 تا 39 شلاق زدند. طالبان مرکز شمال را به مرکز انتحاری مبدل می کنند. تغییر نام چارکار به نام امام ابو حنیفه یک اقدام استراتژیک هدفمند و تشکیل استناد سلطه و غلبه بر محور کابلستان به شمول بگرام است. طالبان با مرچ و بادرنگ چارکاری و شوروای چارکاری کار ندارند. آنها بر غلبه کامل و قایم و دایم بر کل دشت شمالی برنامه ریزی دارند. سفیر سابقه ایران: جهتگیری سیاسی طالبان ثبات ندارد. در ادامه نقدهای وارد شده بر طالبان در پیش از یک سال گذشته، رضا بهرایی سفیر پیشین ایران در کابل گفته که جهتگیری سیاسی طالبان ثابت نیست. او در نوشته‌ای که روز یک شنبه 27 قوس در وبسایت خبری آنلاین نشر شده گفته است که انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان به یک صندوق امانی در سوئیس و ارسال 40 میلیون دلار به کابل در هر هفته به این معناست که طالبان بر اقتصاد کلان افغانستان تسلط ندارند. او گفته است به نظر می رسد جهتگیری های سیاسی طالبان و اداره کامل آنان بر افغانستان بر یک مدار ثابت قرار نداشته و در یکسان نیست. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.